الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. ثم قلت أي؟ قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم قلت أي؟ قال الجهاد في سبيل الله الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. به مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست، به مصطفی برسان خیش را که دین همه اوست، اگر به او نرسیدی تمام بولهبیست. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و بارك على سيدنا محمد و آله و بارك و سلم عليه و بعد. عزیزای نهایت قابل قدر و احترام، در قدم نخست سلام تحفه سردار انبیا علیه الصلاة و السلام را به حضور تک تکتان، عام از مرد و زن، پیر و جوانی که فعلا بندر از پرده تلویزیون نور شما نظاره داری، بلفظ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خدا کنه که روز خوش و خرم را آغاز کرده باشی و الله کریم جل مجده همه هموطنای ما را، اگر در داخل هستن یا در خارج، به هر جای زندگی به سر میبرن، الله متعال شاد و خرم و آباد و سرفراز و کامیاب داشته باشه. و رب کائنات جل مجده از گزند دشمن ما را و وطن ما را و تمام هموطنای ما را در عصمت و پناه خود داشته باشه. درس یا برنامه امروزی ما احسان به والدین است، یا به عباره دیگر حقوق والدین، یا به عباره دیگر جایگاه و منزلت والدین در دین مقدس اسلام. عزیزای نهایت گرامی، پدران محترم، مادرها و همشیره های قابل قدر و عم برادرایی که از پرده مرا فعلا شما مشاهده داری، انشاءالله این موضوع را مختصر دنبال میکنیم. الله کریم جل مجده همه ما را درست مسلمان بسازه و ما را جمله بنده های خاص و خاص الخاص خود قرار بده، تا ای که به فرامین الله متعال جل مجده منقاط و سرنهاد باشیم. رستگاری و سعادت هر مؤمن مسلمان در طاعت و بندگی الله رب العزت جل مجده است. عارف مهربانی فرمودن که زندگی با بندگی فرخندگی است. غالبا مولانای بزرگ رومی می فرماید زندگی با بندگی فرخندگی است و زندگی بی بندگی شرمندگی است. الله متعال همه ما را واقعا بنده خود بگردانه. الله کریم جل مجده بزرگترین لقبی که به پیغمبر بزرگ اسلام علیه السلام دارند، او لفظ عبد یا عبودیت است.
الله جل مجده در قرآن می فرماید که الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، ثنا و ستایش خدای را جل جلاله که نازل فرمود بر بالای بنده خیش کتاب را، که منظور از کتاب قرآن پاک و قرآن کوه و کافر شکن است. هدف چی است که الله متعال نگفت که انزل علی محمد الکتاب، کتاب را بر محمد نازل فرمودن، بلکه الله متعال گفت که ما به بنده خود کتاب نازل کردم، یعنی به این منظور و به این معنا که الله متعال عبودیت دوست داره و الله متعال جل مجده بندهش که واقعا بنده باشه او را دوست داره. به هر صورت میایم سر اصل موضوع خیش. موضوع بسیار دنبالدار و کشالدار است. انشاءالله مشت نمونه خروار ما و شما درس میگیریم. اگر در خانه کس است نکته او را بس است. اگر کسی قصد اصلاح را داشته باشه انشاءالله یک دو سه آیت، یک دو سه احادیث مبارک که خوانده شد و ما پند میگیریم. و اگر کسی نشنوه و نخواهد که بشنوه، باز او نمشنوه و تصمیم عمل را هم نمیداشته باشه. و اگر در پرده تلویزیون ببینه که یک عالم ظاهر میشه و تقریر و تبلیغ از دین و از شریعت داره، میگه پس کوی را گم کو که ملاها زیاد شده، ملاها را پس کو که رنگش بدم میایه. یا بعضی ها را اگر دولت یا حکومت بعدشان شده، باز به خاطر دولت و حکومت ملا یا عالم دینم که در پرده تلویزیون دیدن، باز میگه پس که خوشم نمیه. خب هر صورت باید ما سر در گریبان کنیم. علما همیشه غمخوار ما هستن، راه بر ما نشان میتن، راه سعادت و کامیابی و فلاح بر ما همیشه نشان دادن، غمخوار ما بودن. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه از جمله بزرگان تابعین است. می فرمایند لولا العلماء لصار الناس کالبهائم. اگر علما نباشند، اگر علما نباشند به خدمت مردم، هر آینه مردمان می گردند خوی خواصشان مانند چارپایان. یعنی علما هستند که بر ما راه را نشان می تن. الله متعال جل مجده همه را توجه تام نصیب کنه. میاییم سر اصل موضوع اساسی خیش که احسان به والدین است. عزیزای گرامی، والدین که عبارت از پدر و مادر است، اینها حقوقشان و احسانی که الله متعال حقوق اینها را در دنیا بالای فرزندانشان وضع کرده و فرموده، او بسیار است. انشاءالله ما مختصر عرض میکنیم و قبل از اینکه به آیت کریمه بپردازیم به ترجمه و تفسیر، فاطمه خواهر ما از سمنگان به تماس هستن. فاطمه خواهر بفرمایید. سلام علیکم. فاطمه خواهر بفرمایید. متاسفانه صدایشون نمیاد. یک نقطه خوب انتخاب بکنه، باز تماس بگیره که صدایتان درست بیایه، تا ای که درست صدایتان بگیریم و سوالتان بفهمیم. به هر ترتیب، بخیر باشین خواهر، صدایتان داریم، بفرمایین. بله بفرما امشیره. پدر میگه که خط میتم. خب درست است. ما انشاءالله ما برای شک دوام میتونه نمیتونه که همین خودش الان خود همه بچه ها بکنه.
خود پدر آیا حق داره یا نداره که تقسیم بکنه یا خط بته بر بچه خود؟ درست از بشنوام شیره، من انشالله مختصر جوابت میتم، انشالله میفهمی. خواهر ما سوال کردن که پدر میخواید که به اولادش قطع زمین ایره که داره به هر مساحتی که میباشه در بین اولادش تقسیم بکنه، گرچند امی زمین یا حولیه که هست این حق پدر است، حق پدر است، حق شخصی و عینی پدر است، در این صلاحیت عامتان داره که به اولادهای خود، نه به بچه های خود و نه به دخترهای خود، به هیچ کدامشان چیزی نته، چون حق پدر است و اولاد چه دختر باشه چه پسر باشه حق نداره که دخالت در حق پدر خود داشته باشه. اما این لطف و احسانی را که پدر میکنه بالای اولاد که فردای پس فردای باشم یا نباشم دنیا سازار خوف و خطر است، یا پدر موی سفید میشده باشه به خاطر از این که در بین اولادایش دختر و بچه سر و صدا و نزاع و جنجال نخیزه، باز برشان تقسیم میکنه و کار خودش است بکنه، اختیار داره. هیچ اولاد این صلاحیت نداره که پدر بگویه که تقسیم بکو یا نکو. خب باز در تقسیم اگر پدر عدالت بکنه بهتر است، با اولاد کلان و با اولاد خرد همه یکسان باید تقسیم بکنه و او طرف حق دختر خودم باید دخترای خودم مد نظر داشته باشه، اگر دخترش کلان است یا خرد است باید برشان حق و حقوقشان بته. و اگر نه که یک پدر به یک اولاد زیادتر میته و دیگه اولاد کمتر میته، این حق پدر داره چون این تصرف در حق شخصی خود کرده، تصرف در حق شخصی جایز است، دلش که مال خدا با یک بچه خود زیادتر میته و با دیگه کمتر میته. خب البته این نسبتاً به انصافی است، گفته ما شما که با یک دیده نظر نمیکنه اولاداره، باید که با یک چشم کل اولادای خدا ببینه با خرد و کلانش تقسیم بکنه. بعد از اینکه باز پدر تقسیم کرد، باز اولادا حق نداره که تو برام پدر بگویه که زمین خوبش به برادرم دادی و خراب برام دادی، یخن پدر بگیره، این حق نداره. خدا کنه کمشیری ما جواب خود گرفته باشه. میایم سر موضوع اساسی که سوال خواهر ما ربط به می حقوق والدین داشت. الله متعال در قرآن میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، فیصله کرده یا قضا امر فرموده الله متعال، دستور داده الا تعبدوا الا اياه، که عبادت و پرستش نکنی مگر ذات پاک الله را. یعنی در حقوق الله اول حق از الله متعال امیست که ما الله متعال بندگی بکنیم. پس از حقوق الله در حقوق العباد، یعنی اول حقی را که بنده سر ما داره او کی است؟ الله متعال فرمود که و بالوالدین احسانا، شما با والدینتان احسان بکنی. والدین پدر و مادر، ای عام از خدا کنه پدر و مادر مسلمان باشه یا غیر مسلمان، تو باید به او احسان و نیکی بکنی. خب به هر ترتیب زرغونه همشیره ما از کابل تماس گرفتن، بفرمایید زرغونه از کابل. و علیکم السلام. درست است، درست است، الله متعال قبول کنه. درست است، وظایف بسیار است، خب من یک وظیفه را مختصر به شما میگم. درست، انشاءالله دعا میکنیم. خیر دعا اگر فعلا هم نکردیم، دل ما براتون دعا میکنه، باز خیر رفتیم در خلوت، باز دعا زودتر و انشاءالله که باز او خوبتر قبول میشه. دعا میکنم در قدم شیره. خواهی که روز روزگار ما نسبتا خراب است، این امتحان پروردگار جل مجده است. الله متعال در قرآن فرمود که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ما شما را به گشنگی، به تشنگی، در کمی مال اولادتان شما را می آزمایم. ای امتحان پروردگار است، کسی را مالش میگیره الله متعال، کسی را اولادش میگیره، کسی را سرش مریضی میاره، کسی را سرش یک جنجال، هر کسی
به یک جنجال به یک مصیبت گرفتار است. دیگه این امتحانات پروردگار است، ما باید مستقیم الاحوال باشیم، تزلزل را در خود نپذیریم و خدا نخواسته عقیده و عمل ما سست نشه به الله پاک، بنان به قضا و قدر پروردگار راضی باشیم. البته می در خیر ما، چیزی را که ما خیر میپسندیم و میگیم در حق ما خیر است، شاید او خیر نباشه. ما البته نفس ما خواهش داره که همیشه پولدار و پیسه‌دار و زردار و زیوردار باشیم، موتردار و تعمیردار و دکاندار و فرض مثال مارکتدار باشیم. الله اما الله متعال بر ما نصیب نگشتانده و نداده، دیگه ای خیر است در حق ما. البته و ای طرف که فقیر هستیم، گرچه درویشی بود سخته، پسر امزی درویشی نباشد خوب تر. دوم ای که براتان یک وظیفه بگویم، به خاطر از ای که اطمینان دلتان شده باشه و الله متعال شما را مطمئن بسازه و رزقتان الله متعال غیبی حواله کنه، اوی است که همی دعا را اگر بخوانیم، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آخر سوره توبه امی آیت کریمه سپاری 12 است، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. ان شاء الله تعالی که همه امورات ما سر جایش خواهد آمد. دنیا عالم اسباب است، با دعا و نیایش الله متعال کارای ما را جور میکنه. به هر ترتیب، گرچند دوستا زنگ میزنن سوال میکنن، خب میایم سر موضوع اساسی. الله متعال فرمود که ما فیصله کردیم که مرا عبادت بکنی در حقوق الله و در حقوق العباد احسان به والدین بکنی. متوجه باشیم که احسان یکی خب والدین عام ذکر شده، خدا کنه ای والدین مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه. دوم ای که الله متعال احسان گفت، خوبی و نیکی بکنی، احسان عام ذکر شده. احسانن علما می فرمایند تنوینش از برای تنکیر است، یعنی هر نوع احسان شامل میشه. هیچ نوع احسان را و نیکی و خوبی را به والدین دریغ نکنیم، نگوییم که ولی ای مادر ما که است در حق ما ظلم کرده، نگوییم که پدرم در حق ما ظلم کرده. بنان نه دستش بوسه میکنم، نه نان میتم، نه چای میتم، نه احترام میکنم، نه خانیم بیا نه خانیش میرم. ای گب غلط است و ای حرام و مطلق است. به خاطر از ای که الله متعال ما را امر کرده که احسان بکنی و ای احسان نمیکند، در بدل احسان به امرای پدر و مادر ظلم و تعدا و تجاوز میکنه، ای به حرام گرفتار است. الله متعال ما را توجه نصیب کنه. یاسمین خواهر ما از کابل بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرما. خوب هستیم علیکم. شکر صاحب به دعایتان. سوال داشتم علیکم. امر کو صاحب. میگم یک را پیدا شد، اما تو خدایی گم شد. آره تو خدایی پیدا شد، تو کسان را تو سندر چیستا بیانه چیستو جای نمانده و چیستی. خب حال چی خدمت کنیم؟ خوب شد که گم شد دیگه، حالا خون نخورده تان. سوالت دا چی بود همشیره؟ ده ای چه حکمت بوده یا نه؟ یعنی حکمتش پرسان میکنی؟ خب به هر صورت البت کدام خانه مرچه هم اوجا بوده دیگه برآمده و یک روز زیاد شده و پس در خانه خود در آمدن دیگه، او کدام چیزی نداره. فهمیدی همشیره؟ کدام حکمت خاصی نداره. مرچه از دیگه گای اوقات میبرایه یک را به اصطلاح ما که بش زده میبرایه و باز یک را گم میشه. خب برآمده خیر، او قابل تشویش نیست. موضوع اساسی ما عزیزای گرامی احسان والدین است.
پیشتر ما به شما عرض کردم که ما حق نداریم که بگوییم والدین ما بر ما خدمت نمیکنه. یا اگر کسی بهانه جویی کنه بگویه که والا این پدر یا این مادر فلان اولاد خود دوست داره، فلانی را دوست داره، ما که نسبتا غریب هستم مرا دوست نداره. بنان وقتی که مرا دوست ندارم ما هم دوستشان ندارم، نه خانهشان میرم نه خانه ما بیاین. این بهانه ها نمیشه که ما به این بهانه از والدین قطع صله رحم بکنیم و به ایشان خدمت نکنیم و احسان نکنیم، این بهانه شدن نمیتونه، بلکه خدمتشان سر ما لازم و واجب است. روح الله برادر ما از بدخشان، بفرمایید. روح الله سلام علیکم جناب مولوی صاحب. علیکم السلام. گلاس ده گلاس میخوره؟ خب البته اگر این تقلید از غربی ها باشه، خب این تقلید ناروا و حرام است. ما حتی در عبادت حق نداریم که متبع و پیرو یهود باشیم. مثلا روزی عاشورا را یهودی ها روزه می گرفتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب فرمودند که شما دو روزه روزه بگیری تا سوعا و عاشورا را بگیری تا ای که مخالفت به امرای یهود شوه. یا فرض مثال مخالفت دیگری که پیغمبر علیه السلام می فرماید که شما به مردای ما البته خطاب میکنه که شما ریشایتان را بگذاری و بروتایتان را کم کنی، چون مشرکین که بودن بروتای خود دراز میماندن حتی طالبایشان میرسید و ریشای خود میتراشیدن. پیغمبر علیه السلام فرمود که مخالفت مشرکین بکنی، ریشایتان را بگذاری و بروتایتان را کوتاه کنی. همچنان در اینجا اگر این تقلید از کفار باشه و از غربی ها باشه، این ناروا و حرام است. اما آبش حرام نمیشه، آب پاک حلالی را که الله متعال از زمین یا از آسمان بر ما مهیا کرده آب حرام نمیشه. اما همی عمل ناروا است که بگوییم فال بگیریم که گلاس ده گلاس خورد که فلانی آمد یا بیمدانی آمد، این عمل ناجایز است. اما آبش حرام نمیشه برادر، فهمیدیم؟ آب حرام نمیشه، خدا کنه که مطلب گرفته باشی. الله متعال در قرآن چی فرمود؟ که وبالوالدین احسانا، با والدین احسان بکنی، نافرمانی رو نکنی. حتی تا جایی در کتابا تایید و تاکید شده به احسان والدین، به فرمان برداری والدین. خب قبل از اینکه من تماس جواب بتونم این گپ شما متوجه باشه، عبدالله ابن عمر فرزند گرامی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خانم داشتن، نکاح کرده بودن. عمر رضی الله تعالی عنه دوست نداشتن اون سنوی خدا و بچه خود گفت که امی سنوی مرا یا امی خانم تیلاک و طلاقش بته. و عبدالله ابن عمر خانم خود بسیار دوست داشت، کدام عیب نقصی کدام کمی از خانم خود ندیده بود، یعنی با گفت پدر خود نکرد. عمر رضی الله تعالی عنه رفت به حضور پیغمبر علیه الصلاه و السلام و پیغمبر علیه السلام عرض کرد، گفت یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من این تو یک سنو دارم، میخوایم او را بچیم طلاق بده اما طلاق نمیده، این چطور میشه؟ خب البته به هر عنوانی که بود یا به هر دلیلی که بود خوش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نامده بود. باز عبدالله ابن عمر به حضور پیغمبر علیه السلام آمد و حکایه کرد، گفت که این تو مرا پدرم میگه که زنت طلاق کو، آیا بکنم یا نکنم؟ گفت که پدرت پیروی بکو و اطاعت بکو، بناهن زنت طلاق بکو. مجید از کابل، به هر صورت برادر ما مجید از کابل تماس دارن. بله مشنوام صاحب. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرما. مالیت دمی تا و جماعت دو کار نماست می کته بخوانه
پانزه با سوده زلزله رو بخونه تلکی جان کندن سبب هم میگازان میتا و از آزا و سب و زبانی از این رو یک مال باز بده چی رو بخونی؟ دو بخواد نماز بار نماز خوبتن درست او پانزه با سوده زلزله رو میگه بخونه آدم خداوند میگه تلکی جان کندن رو بر آدم آسان میکنه و از آزا و خبه درست است درست است این برادر ما سوال کردن که امی شب جمعه آدم دو رکعت نماز بخوانه و در او سوره زلزله را بخوانه از عذاب قبر نجات میافه یا دیگه فوایدی که به هر صورت در نماز نفل وسعت از برادر یعنی ما اختیار داریم در نماز نفل هر سوره ای را که میخوانیم حتی اگر سوره را تکرار هم میخوانیم سوره اخلاص شریف را تکرار میکنیم سوره زلزله را تکرار میکنیم دیگه این جواز داره ممکن این روایت باشه و این قول درست و صحیح است هیچ کدام بعید از علم و از عقل و نقل نیست بسیار گپ خوب است که ما دو رکعت نماز نفل بخوانیم دیگه الله متعال همه ما را توفیق بده که متوجه نمازهای خود بوده باشیم به هر صورت میایم سر موضوع اساسی که احسان به والدین است احسان به والدین واجب است احسان به والدین واجب و فرض است خب قبل از اینکه ما برنامه را ادامه بدیم یک وقفه بسیار کوتاه داریم انشاءالله باز دوباره به خدمتتان می باشیم السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم باز هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده های گرامی هموطنای عزیز خدا کنه که خسته نباشی و برنامه را تا آخر دنبال بکنی موضوع مهم است قبلا ما حدیث مبارک گفتیم که آیا یک پدر وقتی که اولاد خود امر میکنه با طلاق زنش یا خانمش آیا طلاق بکنه یا خیر در اینجا دیده شوه اگر پدرش انسان فاضل باشه انسان نیک باشه انسان با خدا و متشرع باشه دانشمند و هوشمند باشه و فرزندش نسبتاً لاوبالی و بیباک باشه یعنی پدرش حق به جانب باشه باز در این صورت میتونه که اولاد باید که موزن خود یا خانم خود طلاق بکنه و فرمان پدر خود بکنه یا مادر خود بکنه و اگر نه که این طرف اولاد انسان هوشیار و بیدار و زیرک و دانا هست دانشمند و عقلمند است و او طرف پدرش نسبتاً دیوانه طبیعت است یعنی یا ای که پدرش بیباک است و شریعت توجه نداره و مسائل شرعی التفات نداره با در این صورت اولاد زن خدا یا خانم خدا طلاق نکنه خب البته عمر رضی الله تعالی عنه بچه خدا که امر کرد که زن تا طلاق بکو البته عمر رضی الله تعالی عنه حق به جانب بود اولاد خدا گفته بود بچه خدا که زنت طلاق بکو خب باز هم احتیاط شوه اگر میفهمیم که والدین از ما خفه میشه والدین از ما دور میشه و والدین ما خدا نخواسته دعای بد در حق ما میکنه باز از این که هم دین ما هم دنیای ما خراب شوه از این که بهتر ای است که ما همون خانم خدا ایلا بکنیم خانم ایلا کرده شد و در بدلش دیگه خانم گرفته شد و دیگه ای که خانم پیدا میشه بر ما اما والدین بر ما پیدا نمیشه و هر صورت این مسئله شرعی بود ما استدلال داریم به نزد حضرت عبدالدرداء رضی الله تعالی عنه یک نفر آمد گفت که مرا پدرم امر میکنه که خانم ما طلاق بکنم چه کار بکنم آیا با گفت پدر بکنم یا نکنم عبدالدرداء رضی الله تعالی عنه ای صحابی جلیل القدر و ای شخص فرمود که من امر میکنم که طلاق کو و نمیگم که طلاق نکو
اما یک چیز از پیغمبر علیه السلام شنیدیم که پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که والدین شما دروازه وسطی جنت است. اگر می خواهی که تو از دروازه وسطی جنت داخل بهش شوی، او دروازه را محکم بگی، و اگر می خواهی دروازه را الا بته، یعنی به این معنا که تو اطاعت و فرمانبرداری از پدرت بکو. در روایت باز ذکر میشه و علما نقل میکنه که بازمی شخص زن خود طلاق کرد و هر ترتیب، یعنی تا به این اندازه حقوق والدین در دین ما، در شریعت ما هست، بسیار توجه داشته باشیم. اما افسوس به حال ما، به حال ما جوانا، به حال ما دخترا، که در برابر والدین چه گستاخی های نیست که نمی کنیم، چه بی‌ادبی های نیست که نمی کنیم، چه پتکه و جذبه نیست که علیه والدین خود می کنیم و نمی کنیم، بلکه هیچ نوع فحش را، هیچ نوع اذیت را ما به والدین خود دریغ نمی کنیم، بلکه بیابشان حتی بعض اوقات می کنیم. دور از خوبای ما، نیکای ما، انسانای شریف و نجیب و خوبه که ما داریم، که عام از پسران و دختران هستن که اونها والدین خود آزار نمی تن. اما تا جای ما می بینیم، در خانواده ها دیدیم و به چشم گناهگار خود حتی می بینیم که آزار می تن، اذیت می تن، نافرمانی میکنن، حتی دو دشنام میتن. این جفای بزرگی است که ما به خود و ما به والدین خود میکنیم و خدا نخواسته دنیا و آخرت خود خراب میکنیم. الله متعال در قرآن فرمودن که ولا تقل لهما افن، شما حتی اف را به والدینتان استعمال نکنی. یعنی اف اندکترین آزار اذیت است، مرتبه پایینترین آزار اذیت اف است. حتی اوف شما به والدینتان استعمال نکنی. اوف چی میکنی که امروز ما سر والدین خود امر میکنیم؟ خدا نخواسته، خدا نخواسته ما خودم خراب میسازیم و او طرف آینده خودم خراب میسازیم. امی بزرگا میفرمایند که سه چه کری اغا بری بی، چیزی که تو امروز کشت میکنی فردا درو میکنی. اگر با والدین تو امروز معامله نیک داشته باشی، احسان داشته باشی، خدمت داشته باشی، معاونت داشته باشی، فردا اولادت به امرای تو امی معامله را می داشته باشه، احسان میکنه برات. کما تو دین و تدانو، چنانی که تو معامله میکنی معامله میشی. و از مکافات عمل غافل مشو، گندم ز گندم برویت، جو ز جو. اگر ما گندم کشت کردیم، گندم را درو میکنیم. خوبی کشت کردیم امروز، فردا خوبی را درو میکنیم. اگر خدا نخواسته ما زشتی و کرشتی و توهین و تحقیر با والدین امروز کشت کردیم، فردا باز بر ما اونمو درو کرده میشه و ما او را میبینیم. الله متعال ما را توجه نصیب بگردانه که بسیار متوجه باشیم که با والدین خود به اصطلاح آب پف پف کده بخوریم. کوشش کنیم که آزارشان نکنیم. چیزی که سر ما امر میکنن، اگر امر مشروع باشه، امری باشه که او به ضرر دین ما نباشه، به ضرر آبرو و عزت ما تمام نشه، در او صورت ما فرمانبرداری باید از والدین داشته باشیم. مثلا اولاد والدینش امر میکنن بچیم برو تا شهر و بازار اینی کار بکو، برو بچیم اینی کار بکو، برو بچیم بر ما دوا بیار، یا یک امر دیگری میکنه بر اولاد خود. باید اولاد که فرمان برداری بکنه، اگر نافرمانی میکنه مرتکب حرام میشه. اما در صورتی که والدین ما را به کار غیر شرعی امر میکنه، مثلا به قطع صله رحم امر میکنه، مثلا یک بچه خودم میگه یک مادر یا پدر که خانه برادرت نری، خانه همشیریت نری، خانه بچه کاکایت نری، خانه بچه مامایت نری، سر جنازه فلانی نرو، یا در خیر شر فلانی تو نباید اشتراک بکنی. یعنی وقتی که با کارهای شر و کارهای ناشرعی ما را دستور میتن، با دو صورت الله متعال میفرمایه که فلا تطعهما، باز فرمان نبری از والدین. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اما رویه نیک به امرایشان در دنیا بکنی. فرمانش نبر، با گفتش نکو، اما حق نداری که لات کنی، حق نداری که بکوبی، حق نداری از خانه بکشی. اما متاسفانه این چه شوری است
که در دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می بینم. امروز از جمله علائم قیامت پیغمبر علیه السلام فرمود که دختر مادر میشه و مادر دختر میشه، یا مادر به منزله کنیز میشه، دختر سر مادر امر میکنه، دختر سر مادر کالا میشوید، دختر سر مادر جارو میکنه و دیگ میکنه و کاسه میکنه و روی اولی را جارو میکنه. دختر خودش بادار شده و مادر کنیز شده در این عصر. این از جمله علائم قیامت است. ما خود از جمله شریرترین مردم ها باید محسوب نکنیم، بلکه در جمله بنده های خاص الله داخل کنیم. نکنیم سر مادر خود فرمان صادر. ما این حق نداریم. ما حق نداریم که مادر خود بگوییم که برای ما نان تیار کو. ما حق نداریم سر مادر خود امر کنیم کالا بشوی. متاسفانه امروز اکثرا سنوها در یک فامیل هم سنو است هم خشوع است. خشوع به منزله مادر است و خسر به منزله پدر است. چنانه که در حدیث مبارک ذکر میشه که مادر خاله کل ام، مانند مادر است در حقوق. چنانه که یک آدم به مادر خود احسان میکنه و خدمت میکنه، همچنان باید به خالی خود بکنه. یک آدم چنانه که به مادر خود خدمت میکنه، باید به خشوی خودم بکنه. یک آدم چنانه که به پدر خود خدمت میکنه، با خسر خودم هم خدمت بکنه. نگو یکی مردکه را پس کو. دمی دعای یار باشی که چه وقتی مردکه از خانه گم میشه. خدا نخواسته در این دعا باشی که چه وقتی زن پیچ سفید و این دیوانه از خانه ما گم میشه. حتی بسیار سنوها جنگ و جدل دارن با خشوی خود. هر روز زدنک و کندنک از بسیار متوجه باشیم. حق و حقوق یک دیگر را بشناسیم. اگر فرق مراتب نکنی مکفوفی، در نزد خدا در روز حشر خدا نخواسته ما به حیثیت میشیم، به آبرو میشیم، به عزت میشیم اگر حقوق یک دیگر را متوجه نباشیم. بنان خشوع را مثل مادر بدانیم، خدمت بکنیم و این طرف خشوع متوجه باشه. نگویه که حق ما حق مادر است، خسر نگویه که حق ما حق پدر است. بنان هر چیزی که هر قسم دولی که زد باید وزیر دولش برقصن. باید که خشوع متوجه باشه، پشت گپای اقناق نگرده، اندک گیر و اندک رنج نباشه. یک کاسه را فرض مثال، یک غوری را مشکنانه سنویش، ای سر و صدا را پرته، بلکه به خاطر یک غوری و یک مشقاب یک آدم آبرو عزت شریختاندن، ای خود گناه است، ای خود ظلم است. خودم به حیثیت میسازی، قدرت پایین میاری، بازمی باعث میشه که پیش و نموسونوی تام قدر نداری. بناهن در یگان کارا باید ما به اصطلاح کتابا که تسامح داشته باشیم، چشم پوشی داشته باشیم، گویا که هیچ ندیدم، عفو و گذشت و بخشش داشته باشیم از خطای یک دیگر خود. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک تا غلام خادم داشت. غلامش به سر سفره غذا آورد، کاسه قطق آورد، کاسه را وقتی که به سفره رساند، نمی کاسه دست غلام خطا خورد به سر حضرت علی رضی الله عنه. کل قطق به سر حضرت علی صاحب افتید و قطق آلود شد. حضرت علی صاحب طرف غلام خود نگاه کرد، یک چیزی در خشم آمد. غلامش آیت شریف خواند که والکاظمین الغیظ. مسلمان خود خشم خدا فرو میخوره. علی صاحب گفت که خشم خدا فرو خوردم. خب بازم در دلش یک چیزی بود، یعنی عفو نکرده بود غلام خدا، به اصطلاح ما یک چیز قصدی بود. باز که با طرف غلام خود سعی کرد، غلامش گفت که والعافین عن الناس. مسلمان خوب کسی است که در گذشت در گذر میشه از خطای مردم، عفو میکنه. گذشت خصلت مردان است، گذشت داشته باشیم. باز گفت برو، در گذر شدم، بخشیدمت. اما امروز اگر سر ما کسی بگیره، کاسه را چپه کنه، خصوصا کاسه قطقه، شاید تو کاسه را بالا آب بکنیم، درویش بزنیم، شاید دسترخان او سپرتیم، شاید چه دشنام دوی نیست، نه تنها خودش بلکه شاید پدرش دشنام بتیم. ما اینقدر حوصله ماستک.
ولا وسلیم کم است، دو بزن، دشنام بزن، بیابگی بکو، پیش در همسایه خدا بیاب بساز، باز کسی نصیحتت بکنه که چرا این کار میکنی، ولا وسلا نمانده، در دیگه کارا، در هزار کارهای دیگه حوصله داری، روز تا بگاه کار بکنی حوصله داری، نوکری شب و روز به مردم بکنی حوصله داری، باز یک خطایی که از اولادت سر میزنه، از زن و فرزندت سر میزنه، باز یک رو حشرات برپا میکنی. یا بالفرض کالایت اوتو بکنن، خانمت کالایت اوتو بکنن، یا دخترت کالایت اوتو بکنن و امی دامنش یک جایش چملک مانده باشه، چی حالا مندازی؟ شاید امو دخترت یا شاید امو خانمت امو متوجه نشده باشده که امو را یک جایش بی اوتو مانده، یا شاید کالایت بسوزانه، کالا را که سوختان، شاید دل خانم یا دخترت در تکان لرزه باشه که مردکه به مرا چی جور بکنه. اما تو به او خیال نمان، دخترت خانمت در خانه که دار در آمدی دیدی کالا سوخته، متبسم باش، صدقه سرت دخترم یا خانمم، صدها جوره کالا، صدقه سرت یک جوره کالا، چی سوختان دی نوش جانت. شاید هم او خانم قصدن کالایت نسوخته باشه و نمی سوزانم قصدن، خود سهوان شد، از انسان سهوا میشه. توی که روز تا بگو هزار گناه میکنی، الله متعال تو را ستر میکنه، تو را عذاب نمیکنه، احسان و پروردگار را فراموش کردی. بناهن شما از خطای مردم در گذر شوی که الله متعال از خطایتان در گذر شوه. به هر صورت سخن ما و درس ما در احسان والدین بود، احسان با والدین داشته باشیم. دوستای عزیز، به احسان کردن به والدین خود ما به مقامات عالیه میرسیم. در حدیث مبارک ذکر میشه، پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید کسی که میخواهد که عمرش دراز شوه، دوم کسی میخواهد که رزق روزیش فراخ شوه. ما خود دمی تپ و تلاش هستیم، شب و روز زن و مرد ما دمی تلاش هستیم که رزق روزی ما زیاد شوه، پیسدار و پولدار شویم، موتردار شویم، مارکت دار شویم، یک چند روز زندگی آرام تی سپری بکنیم و او طرف زندگی را چقدر دوست داریم، از مرگ چقدر ما میترسیم و حراس داریم. پیغمبر خدا علیه السلام رایش نشان میده، میگه شما دو کار بکنی، یکی احسان با والدین بکنی، رزقتان زیاد میشه. بسیاری اولادا که رزقشان هم زیاد نمیشه و همه تو فقیر در بدر و خاک بسر مانده، دلیلش همی است که پدر و مادر آزار میده. دوم شما قطع صله رحم نکنی به همراه پدرتان، خصوصا مادرتان، برادرتان، همشیریتان، بچه کاکا و ماما و اقارب را، خاله و عمه را شما قطع صله رحم نکنی، باز یکی روزیتان زیاد میشه، دوم ای که عمرتان الله متعال طولانی میکنه. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماین، میگه که در بدر خاک بسر شد، سه مرتبه پیغمبر خدا علیه السلام تکرار کردن در بدر خاک بسر شد. بالاخره اصحاب پرسیدن یا رسول خدا کی در بدر خاک بسر شد؟ گفت کسی که پدر و مادر خدا پیدا کنه در کهنسالی و در پیچ سفیدی و به خدمتشان، به احسانشان خدا جنتی نسازه، ای آدم اونمو در بدر و خاک بسر شده. خداوند ما را توفیق بده. بعد تقدیر برادر ما عبدالرحیم از کابل تماس دارن، بفرما. علیکم سلام و رحمت الله. شکر احسان خداوند. خوب گپ است، خوب گپ است.
نفهمیدم. برقای تان رفته در موبایل چی کنی؟ خو صحیح است. درسته، در موبایل جواب میتم تا. تو حق به جانب هستی پدر گرامی. بچه که در این صورت لاوبالی و بیباک است و فرمان بردار است تو نیست، تو بازم ترحم شفقت داری، خانهش میری مگم اصلاح شوه. اگر تو حقوق ابو حقوق شرعی اولاد تا بجا کرده باشی که او را تعلیم دینی داده باشی، خانه خوب و بهتر است، باز تو حق به جانب هستی. اگر نه که باز او را تعلیم شرعی نداده باشی، او را در مکتب یا مدرسه یا در کدام دانشگاهی نمانده باشی، باز در او صورت تو مقصر میشی، خاطره که تو را تعلیم شرعی ندادی، آداب و حقوق والدین و سایر حقوق برش ناموختی، بناهن دیگه چه تم توقع داری؟ و اگر نه که تو زحمت تا کشیدی، مکتب ماندیش، مدرسه و مسجد ماندیش، ای پسانتر خودش گمراه و بیراه شده، باز قصور از خودش است، ای که نافرمانی تو را کرده آق شده، گاهی اوقات که خانهش میری نانش میخوری، نانش حلال است به تو، اگر از طریق حلال به دست آورده باشه، از کسب حلال تعامش باشه، نانش به تو حلال است، هیچ مشکل نداره. خب باز هم در صدد ازی باش که اولادت از طریق بالاخره از یک راهی شوه که او اصلاح شوه و بالاخره تو رو ببخشی بهتر است. یعنی بجای فرزندت مراجعه بکنه که در اونجا نصیحت شوه و وصیحت شوه که پس رجوع به والدین بکنه. خب ما یک نصیحت میکنم، اولادایی که از پدر و مادر جدا شدن و حقشان را بجا نکردن، ایله و بانه کردن، از خانه بر آمدن، یا زنشان فرض مثال سرشان زور شده، شوهر خود گفته که ما که والدین گذاریم نمیشه به مردکه، بنان مرا از این خانه بکش، این غلط گپ است. یعنی این حق خانم نداره که شوهر خود از خانه بیرون بکنه و از پدر و مادرش جدا بکنه، این حق نداره. اگر میکنه این زن جفا میکنه، باید گزاره بکنه به هر تقدیر. امین امین الله. برادر ما از تخار بفرمایین برادر. سلام علیکم جناب مولوی صاحب، یک سوال داشتم در ارتباط یعنی که امین پیغمبرات دوله که به آیاتیان سلطان یا جواب گناه داره یا نه؟ چی شدن صاحب؟ فیلمای پیغمبران که نقش پیغمبران که در تلویزیون کشمیدن آیا نگاه کردن یا زیاد ثواب داره یا نه؟ به هر صورت درست است، تک من جواب میتم. برادر ما گفتن که امی سریال هایی که از پیغمبرا و از اصحاب پر شده و پخش و نشر میشه، آیا دیدنش چی حکم داره؟ اگر ما ایرا به نیت پند و عبرت ببینیم، به این نیت ببینیم که غیرت ما، شهامت ما، تقوای ما، پریزگاری ما، اخلاق ما چگونه باشه و ما از او درس بگیریم، باز در این صورت جایز است که آدم ببینه. و اگر نه که کسی به این هدف نگاه نمی کنه، با صرف به خاطر از این که ساتش تیر شود، باز این عبس است، باز این خدا نخواسته در عبسیات میره، آدم توجه باز نداشته باشه. اگر کسی به نیت پند عبرت، به نیت ازی که انبیای ما چگونه بودن یا اصحاب رسول خدا علیه السلام چگونه زندگی کردن، چگونه شهامت نشان دادن، چگونه در برابر دین قربانی دادن، امثال هم اگر عبرت های میگیره از سریال یا از فیلم، باز مشکلی نداره. در غیر از او دیگه ناقی سل کردنش عبس است و عبس ناروا است. الله متعال نیتای ما را خوب بگردانه. موضوع ما سر حقوق والدین و احسان والدین است. الله متعال در قرآن می فرمای انش کلی ولی والدائک. اول شکر مرا به جای بکو، سپاس مرا داشته باش، دوم سپاس والدینتون داشته باش. والدین را باید سپاس داشته باشیم. کسی که قدر والدین خود ندانست و قدر الله متعالم نمیدانه. در حدیث ذکر میشه که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که سپاس و مردم نفهمید، سپاس و خدا را هم نمیفهمه. و کسی که سپاسگزار مردم بود، خصوصا از والدین، باز او سپاسگزار الله میباشه.
بنان الله متعال همه ما را سپاسگزار بسازه، خصوصا سپاسگزار و ممنون مادر ما را بسازه، که مادر راستی که سلطان غم هاست. از وقتی که هنوز ما به دنیا نامدیم مادر تشویش داره، هنوز ما به دنیا نامدیم مادر زیاد تشویش داره یا پدر زیاد تشویش داره؟ مادر به گریه میایه یا پدر به گریه میایه؟ هر زمانی که مثلا یک مادر از اولاد نداره، نه دختر داره نه بچه داره، این میخواه که سوای به اولاد شوه، اما بسیار تشویش می داشته باشه، بسیار غم می داشته باشه، و گاهی اوقات پیش دکتر مراجعه می کنه، گاهی اوقات با جاهای دوری سفر می کنه، شاید پیش علما، پیش تعویز نویسا رفته باشه که برای ما یک تعویزی، برای ما یک شویستی، برای ما یک تومار، یک چیزی بده که خداوند مرا خوب بسازه و خانه ما اولاد شوه. اما پدر نسبتاً بی باک می باشه، اگر شد شد، نشد اوقدر دغمش نیست. اما مادر است که تکلیف می کشه. باز که وقتی که ما در بطن مادر ما قرار می گیریم، مادر چقدر با تشویش می باشه، با دکتر مراجعه می کنه و بالاخره خیلی رنج و زحمت می بینه و خود با تکلیف می سازه که اولادم با تکلیف نشه. حقوق مادر و پدر بسیار است. وقت ما یاری نمی کنه دوستای عزیز، اگر در برنامه های آینده باز زندگی باشه انشاءالله تعالی در خدمتتان می باشیم. الله متعال همه ما و شما را توفیق بده که حق و حقوق یک دیگر را مراعات داشته باشیم و خصوصا حقوق والدین خیش را به تمام معنا بدانیم. بریم مراجعه بکنیم پیش علما، زانو بزنیم و درس بگیریم و حقوق والدین را بداریم و او عمل بکنیم تا ای که رستگار و فائز دنیا و آخرت باشیم. الله متعال همه ما شما را از گزند و دشمن دور داشته باشه و الله کریم جل مجده گفته های مرا خاص بر رضای خود بگردانه و از اجرش همه ما شما را، هیچ کدام ما را محروم نگردانه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تا برنامه آینده شما را به الله پاک و منان مسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.